Today is Saturday, May 13. I am in Save with Nico Montin. We are here for the opening of this amazing clinic in the city of Save. Much needed clinic that was asked. A special thanks to Sterling Foundation, Mr. Sterling, Edro, and Brittany, Nicole. All of you guys are responsible for giving the gift of health to the people in this area. I want to really, truly thank you. Thank you, Mr. Selling. Thank you, all of the guys. وجود یک مرکز جامع خدمات سلامت روستایی، یک کلینیک کامل هست برای سرویس دادن به بچه‌ها، زنان و خانواده‌هایی که توی این منطقه هستن با جمعیت زیاد، بسیار بسیار مهمه. نه فقط این روستا، بلکه روستاهای اطراف این منطقه را هم کاور میکنه این مرکز جامع خدمات سلامت. پزشکان، پرستاران، بهیاران، کارهای واکسیناسیون، کارهای سلامت سنجی بچه ها، تن سنجی بچه ها، زنان باردار، هر آنچه که مربوط به سلامت روستایی بشه در این کلینیک انجام میشه. This room that I'm standing in is actually a unit inside of this clinic has been built for the patients' families. When they bring their child, you know, with cancer into this system, they have to stay somewhere. Most of them just put a tent outside in this heat and stay in that tent. So these units have been prepared for the families to stay in here so they can care for their children and be close to them. A lot of mothers and fathers don't leave their children. They stay around. So this is amazing. Fatima, do you have anything to say about this center? ما پیام های تشکر مردم رو گرفتیم و این رو به شما انتقال میدیم. مردم اینجا از اینکه دیگه مجبور نیستن برای مریضی هاشون برن شهر ساوه و مسیر طولانی رو علاوه بر مریضیشون تحمل بکنن، از شما بسیار تشکر کردن. ما همین پیام تشکر رو به شما میرسونیم و امیدواریم که همیشه یاریگر ما و مردم سرزمینمون باشید. I would like to continue to saying that after the groundbreaking of this amazing clinic that we are building with the generosity of the Sterling Foundation, our team, our COO Fatime Toghanian and Ashkan Taqipour, our CEO and director of the whole organization, we are going to move to this next location for the groundbreaking ceremony of the new clinic in Razeqan, is another village in this area that we are going to go for the opening of the second clinic, and that's for the latter day is with the generosity of the Latter-day Saint charities. We are forever grateful to the Church of the Latter-day Saint, and we are grateful, totally grateful for this opportunity given to us to see the joy that is going to create for the people in this area. اتفاقی که افتاده در روستای رازقان هستیم، در بخش خرقان، روستای صعب العبور، دور، جاده های خطرناک و جمعیتی نزدیک به 6000 نفر، کمی بیشتر یا کمتر، که نیاز به مرکز جامع خدمات سلامت شهری و روستایی دارن. روستاها در اطراف هم، خود اینجا جمعیتش زیاده، جمعیت کهنسال و مریض فراوونی داره. یک مرکز قدیمی و اینجا وجود داشته که سالیان سال داره خدمت میکنه، خیلی کوچیکه، امکان اقامت پزشکان، بهیاران، پرستاران به اندازه کافی وجود نداره. امداد جاده‌ای، چون اینجا جاده‌های خوبی نیستش، احتیاج به مرکز اورژانس وجود داره اینجا. این ساختمانی رو که دارید میبینید تصمیم گرفتیم که با کمک خیر عزیزمون تکمیلش بکنیم، تکمیل بشه تا تمام این خانواده ها، تمام این جمعیتی که در این روستا، شهر و روستاهای اطراف وجود دارن، در این منطقه صعب العبور از کشورمون نهایت استفاده رو بتونن بکنن. اگر مشکلی براشون پیش اومد، هم در زمینه پیشگیری، هم سلامت و هم درمان، جای امن، خوب، مجهز و کاملی داشته باشم. خواستم تشکر ویژه بکنم از خیر این پروژه که پروژه رو دیده و
برش توضیح داده شده و ابراز تمایل کرده برای اینکه انجامش بده و به پایان برسونتش تا عزیزان و خانواده هایی که در این روستا ساکن هستن بتونن از خدمات سلامتی و درمانی اینجا استفاده بکنن. Church of Jesus Christ Latter-day Saints, thank you so much. متشکرم ازتون، امیدوارم که خداوند بهترین ها رو براتون بخواد.